در سراسر جهان که شماری از آنها در این کنفرانس حضور دارند، امروز جهان در کنار اشرف ایستاده است. آخوندها و دستکشندگان عراقیشان در انزوا و منفوریت به خود میپیچند، اما از نیات شوم خود درباره اشرف دست بر نداشتند. پس باید برای مبارزه برای رسیدن به حقوق اشرفی ها، یعنی حق حفاظت و حقوق ساکنان اشرف، تلاش و مبارزه خود را صد چندان کنیم. روز 12 آبان 42 نماینده کنگره آمریکا از دبیر کل ملل متحد خواستند که مقر کمیساریای عالی پناهندگان و کمیساریای عالی حقوق بشر را در اشرف بنا کنند تا در همکاری با یونامی و هیئت نظارت ملل متحد در محیطی امن برای پناهندگی ساکنان اشرف کار کنند. باز مجدداً روز 12 آبان نماینده ملل متحد در عراق اعلام آمادگی کرد که با تمام امکانات ملل متحد برای حل این بحران تلاش کند. باز روز 11 آبان کمیته خارجی کنگره آمریکا در قانون مصوب خود تأکید کرد که دولت عراق نباید کمپ اشرف را ببندد تا زمانی که کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد بتواند پروسه خود را تکمیل کند. همچنین روز 10 آبان عفو بین الملل در بیانیه عمومی خود از دولت عراق مصرانه خواست که این ضرب الاجل را تمدید کند. همچنین روز 7 آبان 180 نماینده پارلمان اروپا همین درخواست را اعلام کردند. در سراسر ماه مهر آبان و حتی قبل از آن هر روز از کشوری یا پارلمانی یا یک ارگان بین المللی صدای بلند برای لغو ضرب الاجل و احقاق حقوق اشرفی ها در جهان پیچید. با این همه دولت عراق گوش خود را به تمام دنیا بسته و تنها و تنها به دستورات فاشیزم مذهبی تهران گوش می کند. درست به همین دلیل باید مظلومیت و دادخواهی ساکنان اشرف و تمام مردم ایران را 100 بار بیشتر فریاد کرد و همونطور که مسعود گفت، اگر مانند مجاهدان آزادی ستان اشرف چون کوه استوار بمانید و بهای آن را هم هرچه باشد بپردازید، دنیایی به حمایت برمی‌خیزد و بشریت معاصر با ارزش‌های بدون مرز انسانی با آزادی خواهی خود در کنار ملت ما قرار می‌گیرد. دوستان عزیز، روز 12 آبان در کنفرانس مشترکی با حضور نماینده دبیر کل ملل متحد در عراق، مشاور نخست وزیر عراق گفت اگر بر سر یک راه حل سریع توافق شود، دولت عراق تمدید ضرب الاجل را در نظر می‌گیرد. از 2 ساعت بعد از این اظهارات، دولت عراق با انتشار یک بیانیه رسمی بار دیگر بر بستن اشرف در پایان سال جاری تاکید کرد. یعنی به روشنی نشان داد که مانع اصلی بر سر راه همه تلاش ها بر راه حل هاست. در غیر این صورت اگر دولت عراق خواهان راه حل است، قبل از هر چیز باید بساط 300 بلندگویی را جمع کند که در همین لحظه در حال تهدید اشرفی ها به مرگ و نابودی است. کما اینکه باید محاصره ظالمانه‌ای را بشکند که از هر نظر، چه به لحاظ پزشکی، چه به لحاظ دارویی، چه لوجستیک و سوخت، ساکنان اشرف را در مضیقه بسیار قرار داد.